الان دو نفر اعدام شدن که داشتن به دین توهین میکردن، داشته سعی میکرده چه کار بکنه، داشته سعی میکرده برای من و تو یه دنیای بهتری رو بسازه. این سوال مشخصه، سوال مشخصه که آیا جایی برای توهین به دین هم هست یا نه. به اینا میگن نو اندیشه دینی. نوه، این اندیشه نوه، عقبی، عقب افتاده دینی هستی. برای که دین باوران آزرده خاطر میشن. اوخی دین باوران آزرده خاطر شدی، ما میخوایم اسلام شما رو درو کنیم. من آرمین نوابی هستم، این یه برنامه هست رو بی بی سی که آقای سروش دباغ و وریا امیری رو دعوت کردن که بیان درباره موضوع این دو نفری که اعدام شدن به جرم سب النبی و توهین به مقدسات و سوزوندن قرآن و اینا رو بیان دربارش صحبت بکنن. بریم جلو ببینیم چی میگن. برای بحث بیشتر در این مورد دو مهمان داریم، وریا امیری دانش آموخته فیزیک و فلسفه و فعال خدا ناباور که از لندن به ما پیوسته، و سروش دباغ پژوهشگر دین و فلسفه، آقای دباغ از تورنتو با ما هست. آقای دباغ اجازه بدید با شما شروع بکنیم. اول بیانیه منتشر کردن نواندیشان دینی، خود شما عوض کرد جمله کسانی هستید که اون رو امضا کردید، محکوم کردند این اعدام ها رو. در زمان حاضر دادگاه‌هایی که شبیه دادگاه تفتیش عقاید هست تشکیل میشه و عملاً افرادی به جرم توهین به مقدسات جانشون رو از دست میدن، چرا حاکمیت دست از این رویه بر نمی‌داره؟ با سلام خدمت شما و جناب وریا امیری، دیگر مهمان محترمتون، عرض می شود که خب متاسفانه این در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است و در حال اجراست، هرچند به نظر میاد مستمسک اصلی یا بگیم بهانه‌های اصلی بهانه‌های سیاسیه، اما ماجرا از این قراره که در قانون مجازات اسلامی این هم گنجانده شده. به خاطر می آورم حدوداً 4 سال پیش بود که به همراه دیگر نواندیشان دینی، جمعی از نواندیشان دینی که عمومشون همین بیانیه امروز رو هم منتشر کرده اند، ما بیانیه تفصیلی و تحلیلی در نقد قانون مجازات اسلامی منتشر کردیم. اون بار هم متاسفانه هموطن دیگری جانش رو به سبب توهین به مقدسات، یا امروز ببینیم که هم توهین به مقدسات هم ارتداد، از دست داد. تصور ما اینه که تا این امر به نحو ریشه‌ای، یعنی واقعا مسخره است به نظر من که تو این شرایط الان بیایم بگیم که بله به قتل رسوندن دو نفر به خاطر توهین به ادیان کار اشتباهی بوده. بله اینا مثلا دو تا آدم بیگناه رفتن اعدام کردن و ما اعتراض کردیم. خسته نباش، دست در نکن. خیلی باید رادیکال تر از این چیزا باشه. دارن جون آدما رو میگیرن، شما بیانیه میدید. الان تو این شرایط کسی که از همین چیزی دفاع میکنه، که مثلا کسی که قرآن رو آتیش زده رو باید بشه اعدام کرد، الان نشسته منتظر حرف توئه که تو بهش بگی که بله این کار اشتباهی بوده. اینا رفتن انقدر فلسفه خوندن و یاد گرفتن و مطالعه کردن، ما نشسته یاد بگیریم که چی بخوام به ما بگم. این داره به ما میگه که بله یه کسی که قرآن آتیش زده نباید اعدامش کرد، ما بیانیه داریم. یاد گرفتیم بچه‌ها، یاد گرفتید کسی که قرآن آتیش میزنه رو نباید اعدام کرد. خوب شد که این رفته این همه مطالعه کرده، الان ما اینو یاد گرفتیم. ما نمیدونستیم، ما الان عقب بودیم. پیشرو جامعه رو میبینی چقدر جلوه، داره چقدر جاده رو برای ما صاف میکنه. به اینا میگن نو اندیشه دینی. نوه، این اندیشت نوه، عقبی، عقب افتاده دینی هستی. خوب شد رفت این همه مطالعه کرد و درس خون این همه سال که بیاد بدیهیات رو برای ما تکرار کنه. نونی کشور از این منظر تغییرات اساسی نکنه، سودمندانه در بر روی همین پاشنه میچرخه. و ریشه‌ای به نظرتون اون وقت چطور خواهد بود؟ آیا نقد دین باید جاش باز بشه و آیا مثلا حتی جایی برای توهین هم هست یا نه؟ این سوال مشخصه، سوال مشخصه که آیا جایی برای توهین به دین هم هست یا نه؟ ببینید، من به عنوان یک خدا باور و دین باور عرض میکنم که جایی برای نقد دین در جامعه باید باز بشه. ای راست میگی، او دست در نکنه، خوبشو گفتی، جایی باید برای نقد دین باشه. ما الان نواندیش دینی رو برای این احتیاج داریم. منت هم سر ما بذارید دیگه، دست شما در نکنه که این اجازه رو به ما میدید. ببین ما خیلی از این مرحله گذشتیم، ما میخوایم اسلام شما رو درو کنیم، تو داری میگی اجازه باید برای نقد دین داشته باشیم تو جامعه؟ ما داریم اسلام شما رو نابود میکنیم. من خودم رو نمیگم، کلا ما اسلام ستیزا، نقد دین ما از این گذاشتیم، ما داریم اسلام شما رو داریم به گوه میکشیم. پس میاد میگه باید یه جایی برای نقد دینم باشه. لازم نیست شما به اینو بگید، شما اگه جایی هم به ما ندید ما این جایی از شما میگیریم، ما به زور میایم اینجا رو از شما میگیریم. تام ببین سوال مشخصه، سوالم درباره نقد دین نبود. ما نقد دین رو منتظر اجازه شما نیستیم، ما اینو به زور گرفتیم. همونجوری که اجازه نقد دین رو ما به زور گرفتیم، اجازه توهین به دین هم منتظر
منتظر شما نخواهیم بود. ما وقتی که توهین به دین هم نرمالیزه کردیم، شما ممکنه 10 سال بعدش بیای بگی بله توهین به دینم مشکلی نداره. خسته نباشید، شما دیر اومدید. این پارتی تموم شد. ما الان توی جنگ برای توهین به دین هستیم. وقتی اونم نرمالیزه کردیم، نواندیشای اون زمان بعد از اینکه مردم براش خون دادن و براش هزینه دادن و مردم زندگیشون رو ریسک کردن، شما چند سال بعدش میای میگی اونم میگی بله اونم قبول. ببینم چقدر نواندیشم، اونم قبول. و من البته حقوقدان نیستم. الانم بحث از منظر دینی و احیانا تأثیراتی که میتونه حقوق از اخلاق بگیره ذکر میکنم. اینکه این نوع کارها به لحاظ اخلاقی حکمشون چیه، در این باب هم میشه مستقلا سخن گفت، اما به لحاظ من دست کم از منظر خودم، اما به لحاظ حقوقی بله، مسئله اینجاست که قوانین باید به نحوی سامان پیدا کنه که حقوق شهروندی همه شهروندان در آن لحاظ بشه. واو، یاد گرفتی بچه ها؟ حقوق شهروندی باید تو قوانین لحاظ بشه. یاد دارید میگیرید بچه؟ نوت بردارید، داریم یاد میگیریم. الان دو نفر اعدام شدن حکم توهین به مقدسات، سب النبی و این چیزا، ما داریم یاد میگیریم. اگه نمیدونستید اینو بدونید، حقوق شهروندا باید تو قوانین رعایت بشه. 10 دقیقه بیشتر رو بی‌بی‌سی وقت ندن. یه چیزی به این مهمی اتفاق افتاده. ببین اسلام ستیزا، نه خدا ناباوران فقط، اسلام ستیزا توی همچین شرایطی تو ایران زندگی میکنن، الان اینا دارن از این 10 دقیقه که بی بی سی بهشون داده استفاده میکنن که به شما اینو بگن که حقوق شهروندان باید رعایت بشه. ببین چه فرصتی، چقدر شما الان آدینس بزرگی داری، مخاطبای زیادی داری، از لحظه به لحظه این فرصت ها باید استفاده بکنی که یک ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی بزنی و برای آزادی بیان بجنگی. من نمیدونم چند درصد مخاطبین بی بی سی الان احتیاج داشتن که اینو بشنون که شما وقتی یه پلتفرم به این بزرگی به شما داده شده، شما داری این فرصت استفاده میکنی که به بیننده های بی بی سی اینو بگی که قوانین باید جوری باشه که حقوق شهروندان رعایت بشه. قوانین مجازات اسلامی کنونی لحاظ نشد. همچنین با لحاظ کردن اصلی به نام نظارت استصوابی هم حقوق بنیادین شهروندی نقض شده. هر دوی اینها غیر اخلاقیه. درباره اون اشخاص باید الان صحبت بکنی، درباره کاری که کردن. اینا الان 2 نفر بودن، جونشون رو دادن، از این ریسکی که داشتن میکردن آگاه بودن. برای چی وقتی یه کسی داره با جونش بازی میکنه، داشته سعی میکرده چه کار بکنه؟ داشته سعی میکرده برای من و تو یه دنیای بهتری رو بسازه. یه همچین فداکار کاری، حتی اگه با روش طرفم مخالف باشی، الان باید بیای اونا رو بولد بکنی، الان باید بیای اون 2 شخص رو قهرمان بکنی. ها غیر اخلاقیه. هر دوی اینها مخل همزیستی مسالمت آمیزه. من تصور میکنم حالا به لحاظ اخلاقی داوری میشه در این باب کرد. من فکر میکنم این هم خب مسلمانان رو، دین باوران رو آزرده خاطر میکنه. اونی اولا کارش نه تنها غیر اخلاقی نبود، از همه کارهایی که من و بقیه شما کردین اخلاقی تر بود. یعنی کسایی که واقعا اینقدر هزینه میدن برای آزادی بیان ما، برای آزادی ما، خب اصلا فراتر از من و تو هستن، خیلی فراتر از من و تو هستن. تو میخوای یه تیکم بندازی که بله اینا کارشون غیر اخلاقی بود، بلکه دین باوران آزرده خاطر میشن. اوخی دین باوران آزرده خاطر شدی؟ اوخی گوگلی مگولیا، یه کسی یه کاری کرد که تو ندیدی ولی هنوزم تو فهمیدی این کارو کردن ناراحت شدی؟ خاک تو سرت اگه آزرده خاطر شدی. یه مش آدم نازک نارنجی اصلا بعد به ما میگن میخوایم با هم همزیستی بکنیم، مسالمت آمیز کنار هم زندگی بکنیم، اینا به خاطر اینکه یک کسی یه جایی که ندیدن قرآن سوختن، اینا آزرده خاطر. شما باید بیان بگیم اینا کارشون غیر اخلاقیه. واقعا اصلا شما چجوری میتونید تو دنیا زندگی بکنید وقتی که با یه همچین کاری شما آزرده خاطر میشید؟ واقعا بدبختید شما. این الان نگرانیتون اینه که دینداران آزرده خاطر شدن، وای بلاهی بمیرم برات. آره تازه اینم درباره نقد دین داره میگه، بچه‌ها دارن اشاره میکنن درباره تازه این آزرده خاطری هم بچه‌ها درباره توهین به دینم نمیگه، داره درباره نقد دین هم تازه داره اینو میگه. توهین به دینش اصلا اشاره کرد؟ اصلا به توهین به دینم اشاره نمیکنه. بحث اخلاقیش، اما بحث حقوقیش و اینکه دگر اندیشی جرم انگاری. خدا باوران فقط به خاطر دگر اندیشی نگرانه. آی داد بیداد، من داشتم اینا مسخره میکردم که نگران خدا باوران هستن برای اینکه ما توهین میکنیم به اسلام، اونا ناراحت میشن. چقدر لطیفن اینا. و بعد همزیستی بکنیم با کسایی که حتی دگر اندیشی هم بر آزرد خاطرشون میکنه. در قانون کنونی این به نظر امثال بنده و ما و همفکرانمون در یه جامعه ای که به هر حال بخشی از آن همچنان دین باورن، هم آستانه تحمل دینداران باید بالا برود که به تعبیر شما نقد دین رو هم بشنوند، چه دین باور باشن چه غیر. میبینی مرز رو میبینی؟ سوال مشخص بودا.
این مجری بی بی سی مشخصا گفت توهین دین هم هنوز به توهین دین اشاره نکرد. انتظاری هم که داره اینه که تحمل بره بالا در حد نقد دین. الان دو نفر اعدام شدن که داشتن به دین توهین میکردن، قرآن رو آتیش میزنه. شما چرا دارین درباره یه چیز دیگه صحبت میکنی؟ این چه ربطی با موضوع برنامه داره؟ اعدام به جرم سب النبی بوده، نه به نقد محمد. بعد میگه دین باوران باید تحملشون بالا بره که نقد دینم بشنوند. خاک تو سرت اگه به این مرحله هم نرسیدی. ما انتظار داریم شما توهین به دین رم تحمل بکنی. کار سختی نیست، ما این کار داریم با شما میکنیم. ما از اسلام متنفریم، از قرآن شما متنفریم، ولی وجود شما رو و حرفای شما رو در جامعه تحمل میکنیم. نه اینکه دوست داریم ها، مگه میشه دوست داشتین اسلام شما رو، ولی تحملتون میکنیم. بعد شما میخوای الان بیای نقد ما رو تحمل بکنی؟ مگه قرآن شما، مگه اسلام شما به ما توهین نیست؟ ما تحمل میکنیم. شما بیخود کردی برای ما شرط بذاری که ما نقد بکنیم توهین نکنیم. اتفاقا چون شرط میذاری ما با هزار برابر بیشتر باید توهین بکنیم. بعد اینم الان میخواد منت بذاره سر ما برای اینکه تعاملشون رفته بالا ما نقدشون بکنیم. ای خسته نباشی. شما فکر میکنی این قوانین اگه قراره یه روزی هم عوض بشه به خاطر اینکه شما اومدی درخواست دادی بیانیه نوشتی؟ شما نمیدونی در طول تاریخ این قوانین و این حقوق و این آزادی‌ها به زور گرفته شده؟ به خاطر کارهای رادیکالی گرفته شده، با بیانیه و میانیه و بیای روی بی بی سی بگی او اینو کارش روزش بوده ها، این اتفاق نمیفته. شما از نقادان دین هم اگه بخوای دفاع بکنی، از کسایی که واقعا این چیزی رو که شما میگی اتفاق بیفته رو دارن کاری میکنن که به اون جهت حرکت بکنه، شما از اونها دفاع نمیکنین هیچی، تازه حمله عملشون میکنین. یعنی ما الان یه دین باور داریم که اون موضعش بالاخره مشخصه، ولی آتئیستی هم که الان باید بیاد کارهای رادیکالی بکنه، برای اینکه فقط با کارهای رادیکالی جامعه عوض میشه. ما خجالتی و آروم و اینا بیایم بگیم او لطفاً ما رو اعدام نکنید خواهشاً، با این کارا چیزی اتفاق نمیفته. یعنی ما الان دو نفر داریم که به نظر میرسه که باید علیه هم باشن، ولی جفتشون یک موضع دارن. حالا خواهیم دید. چطور میبینید اصلا این گرایش رو در ایران و همینطور اگر نقدی به صحبت‌های آقای دباغ دارید؟ خواهش میکنم. راستش در باب خدا ناباوری من تو ایران یعنی خیلی زیاد میشه سخن گفت. آمارها خیلی آمارهای جالبی وجود داره. به نظر میاد که حالا یکی از آمارها که احتمالاً دوستان دیدن مال انجمن گمان هست یا گمان، که در آمده که حدوداً یک چیزی در حدود 78% گفتن به خدا باور دارند، ولی کسانی که مشخصاً گفتن که مسلمان شیعه هستن 32% هستن. خیلی خیلی شوک آور هست این آمار. من نمیدونم الان ما داریم درباره خدا ناباورا صحبت میکنیم یا داریم درباره اسلام ستیزا صحبت میکنیم؟ ببین موضوع اصلی اینجا الان خدا ناباوری نیست. شما میخوای بیای موضوع رو داری عوض میکنی، از یه چیزی میخوای صحبت بکنی که صحبت کردن درش راحت‌تره. موضوع اصلی اینجا موضوع گیری ما و دفاع ما از این اسلام ستیزا هست که به خاطر اسلام ستیزیشون جون دادن. الان شما به جای اسلام ستیزی داری میای موضوع خدا ناباوری رو بولد میکنی. این عوض کردن صورت مسئله است. خدا ناباوری خیلی چیز عادی شده تو جامعه ایرانی. 2% رسما گفتن بی دین هستن، 8% رسما گفتن آتئیست هستن. این تعداد بالایی، تعداد زیادی است برای کشوری که جمهوری اسلامی اعلام میکنه 99% مسلمان شیعه هست. از این مرحله خیلی وقت گذاشتیم آقای وریا. شما الان بیا درباره اسلام ستیزی و توهین به اسلام صحبت بکن. ما تو اون مرحله ایم، شما عقبید. این آمارها خیلی اختلاف داره. آمارهای دیگری هست که پیو و تحقیقات انجمنهای دیگر چاپ کردن، کم و بیش همین هماهنگ است با اون چیزی مؤسسه گمان آورده در این چند سال اخیر. به نظر میاد خدا ناباوری در ایران در حال گسترشه. حالا نکته چی؟ به نظر میرسه جدی میگی؟ نکته اینه که یک ارتباطی بین بی‌عدالتی جمهوری اسلامی، بین عدم مشروعیت این نظام و بین ظلمی که به ایرانیان می‌رود از طریق این رژیم و ناباوری در ایران وجود دارد. یعنی عده‌ای در ایران فکر می‌کنند مثل همین دوستانی که متأسفانه جانشون را از دست دادن و به قتل رسیدن، به قتل حکومتی رسیدن، اینها فکر می‌کنند که علت ستمی و بیدادی که بر اونها میره دین است. یعنی اونها میگن آقا ادعی از این دین که غیر عادلانه است، غیر منصفانه است، غیر عقلانی است، غیر اخلاقی است. یعنی اونها دین رو اینگونه میدانن. شاید من هم تا حد زیادی موافق باشم. شنیدی چی گفت؟ شاید من هم تا حد زیادی موافق باشم. شاید وریا جان این شایدی که اینجا اضافه میکنی، چیزی که به نظر میرسه من به عنوان مخاطب برداشت میکنم اینه که شما نسبت به نواندیشان دینی یک موضع تو سری خور داری و میخوای اینا ناراحت نشن ازت و اینجا یه مقدار ملایم داری رفتار میکنی. الان مخصوصا تو این شرایطی که ما باید رادیکال تر باشیم، شما الان داری میخوای این آقای نواندیش دینی همیشه ادامه بده صحبت کردن باهات و مثلا دوباره بی بی سی دعوت بشی و یک چیزی که الان تو باید موضع گیری شدید بکنی علیهش، میگی که من هم
شاید با اینا موافق باشه. ناباوری در ایران وجود دارد، یعنی عده‌ای در ایران فکر میکنند مثل همین دوستانی که متاسفانه جانشون را از دست دادن و به قتل رسیدن، به قتل حکومتی رسیدن، اینها فکر میکنند که علت ستمی و بیدادی که بر اونها میره دین است. یعنی اونها میگن آقا علت ستمی که بر اونها میره دین هست. الان اینجا شایدی داره موافقت با این، شاید اینجا وجود داره، این که بدیهیاته. بله، علت ستمی که بهشون شده دینه. دی از این دین که غیر عادلانه است، غیر منصفانه است، غیر عقلانی است، غیر اخلاقی است. یعنی اونها دین رو اینگونه میدانن، شاید من هم تا حد زیادی موافق باشم، استفاده میکنن که ما رو به بند بکشن. پس وظیفه ماست که او رو افشا بکنیم. من فقط در مورد این بیان، ما نقدامون از این بعد بی‌رحمانه تر خواهد بود. ما به همه نقد میکنیم، از همه هم استقبال میکنیم که بیان به همین شدت به ما نقد بکنن. مردم ایران به خاطر باورهای غلط از بقیه دارن بیشتر هزینه میدن. ما باید کاتالیزور اینو بیشتر افزایش بدیم. این باید سریعتر پیش بره. ملایم رفتار کردن و رعایت حال همدیگه کردن و اینا دیگه وقتش نیست. این شاید بیا توضیح بده. منظور از این شاید برداشت ما اشتباه باشه. ما حرفمون حتما خیلی هاش اشتباهه. اگه وریا بیاد اینجا میتونه اینا رو توضیح بده. اگرم دیگه دوست نداره، من میدونم که وریا از این نوع نقد اصلا خوشش نمیاد. به ما هم میگه که از این نقد خوشش نمیاد. برای اینکه ما باید هممون گوگولی مگولی رفتار بکنیم. برای همین احتمالاً دیگه تو برنامه‌های ما هم نیاد، ولی اگه موقع اومد ما به شدت استقبال می‌کنیم. اگرم اینقدر به ما از ما بعدش میاد که دیگه تو برنامه ما نیاد، خودش یه جای دیگه توضیح بده که این شاید منظورش چیه، که ما آگاه بشیم. برداشت ما شاید واقعا اشتباه باشه، ولی اینجا که گفت شاید، به نظر من داره خیلی محتاطانه رفتار میکنه که به نظر بی‌طرف بیاد. یعنی بگه یه جوری داره میگه من از اینها نیستم، اما اینایی که رفتن قرآن آتیش زدن منو به اینا نسبت، اونا خدا ناباور بودن و من هم خدا ناباور بودم، منو کاملا توی یه کمپ با این آدما نذارید. من میگم شاید که یه ذره فاصله بگیرم از اینا. این برداشت منه. ما باید رعایتش رو بکنیم. یعنی اگه بیاد تو برنامه ما، باید خیلی نقدامون گوگولی مگولی باشه که یه مقدار وریا بهش بر نخوره که دیگه تو برنامه ما نیاد. ما هم سعی کردیم باور کنیم، ما هم سعی کردیم گوگلی باشیم. من حالت تهوع میگیرم به خدا، نمیدونم، سخت، کار سختی بود، خیلی سعی کردم گوگلی باشم، ولی دیگه الان که ببین ما انقدر سعی کردیم گوگلی مگولی باشیم، آقای وریا از ما درخواست داد که اسکپتیکو دیگه دعوت نکنیم، یکی از شرایطش بود، ولی بعدا فهمیدیم که شرایط خیلی بیشتر از ایناست. به نظر میرسه که فقط دعوت کردن اسکپتیک نیست که مثلا تو برنامه بیاد، باید خیلی خیلی باید رعایتش بکنی. آقای وریا کسیه که مثلا تو برنامه‌ای که ما که میومد لایو چت همیشه چک میکرد، هر کسی میگفت بالای چشش ابروی ما باید برمی‌داشتیم. یعنی ما ادمینامون باید 10 برابر بقیه بیشتر کار بکنن که همه لایو چت رو هی نگاه بکنن، که هر کسی یه موقع یه چیزی گفت وریا خوشش نیومد و بردارن. ما باید رعایت می‌کردیم، اگر نگی آقای وریا نمیاد، یعنی در این حد آقای وریا بهش برمی‌خوره وقتی کسایی که علیش بحث صحبت می‌کنن. برای همین هم الان از ما دلخورده هست که چرا ما داریم نقدش می‌کنیم، در صورتی که کسی که دنبال حقیقته، آقای وریا جان، باید از نقد استقبال بکنه. من فقط در مورد این بیانیه که جناب دباغ و دیگران امضا کردن بگم، من خیلی خوشحالم که نهاندیشان دینی ما این ما الان یه خدا باور داریم و یه خدا ناباور. دو تا خدا ناباور رو به جرم توهین به دین کشتن. وریا الان میاد نه تنها از موزگیری این دو تا خدا ناباور دفاع نمیکنه، که میتونم نکنه، ممکن اختلاف نظر داشته باشه، ولی خب شما بی بی سی عزیز، شما اگه میخواین دو نفر داشته باشید که بیان یه بحثو باهاشون بکنید در مورد اتفاقی که افتاده، حداقل طرف آتیستش یه کسی رو بذار که موزگیریش همون موزگیری آدمایی که اعدام شدن. وریا دلایل عجیب غریبی داره که این موزگیری اونا رو قبول نداره، میگه غیر اخلاقیه. باش وریا، الان توی بی بی سی چیکار می‌کنی؟ چرا تو رو آوردن؟ یکی رو بیاری که موزگیری اونا رو قبول داره. بعد نه تنها از اون موزگیری اون دو نفر دفاع نمی‌کنه، الان میاد تبریک میگه به نواندیشای دینی. یعنی هیچ دفاعی از موزگیری این آتیستی که کشته شدن نشد، ولی الان میاد تبریک میگه به نواندیشای دینی. نواندیشای دینی که در کنار محکوم کردن این قتل، غیر اخلاقی بودن این کارها رو هم به همیشه بهش اشاره میکنن. آقا دوستان دیگران امضا کردن بگم، من خیلی خوشحالم که نواندیشان دینی ما این مواضع رو میگیرن و خوبه و مفید. ها نگاه کن، ای دست شما در نکنه نواندیشای دینی که میگی اعدام بعد اعدام به خاطر این کارا بعد، دست شما در نکنه، منتم برای سر ما بذارن. مرسی وریا که تشکر کردی. موقع این نواندیشای دینی ناراحت نشن دست یه حرفای بدی بزنی. در مورد این بیانیه جناب دباغ و دیگران امضا کردن بگم، من خیلی خوشحالم که نواندیشان دینی ما این مواضع رو میگیرن. شما به جای که از این نواندیشان دینی تشکر بکنی که ده ها سال بعد از اینکه بقیه
به یه جای رسیدن میرسن به اون مقصدی که باید خیلی قبلترش میرسیدن، باید از همون رادیکال هایی تشکر بکنی که هم تو همون نوع اندیشه‌های دینی مدیونشون هستن که شما اصلا بتونی حرفی بزنی. شما همین حرفایی که جفتتون میزدی حکمش اعدامه. اگه الان این نرمالیزه شده، اگه این حرفا الان قابل قبول شده و پذیرفته شده که بعضیا دارن حرفتون رو گوش میکنن، به خاطر اون رادیکال هایی بودن که قبل از شما اومدن و حرفایی زدن که بقیه زشت و غیر اخلاقی میدونستن. شما باید از اونها تشکر بکنید، نه نوع اندیشه‌های دینی که الان دارن یه چیزی میگن که بدیهیات، بیانیه دادن، بدیهیات رو دارن تکرار میکنن، ازشون تشکر هم بکنید. خیلی وقتا وقتی که جان آدم ها گرفته شد، مثلا در باب شالی عبدو یا کاریکاتورهای دانمارکی، من فهم میکنم نواندیشان ما اون موضعی که باید گرفته میشده نگرفتن. یعنی بیش از این که محکوم بکنن، به طور مطلق مشخص محکوم بکنن کشته شدن آدم ها رو، خیلی از نواندیشان ما گفتن که آقا اصلا چرا این سخنان گفته شد، این حرفا غیر اخلاقی. بله، من هم به عنوان خدانابری که باور به صلح داره موافقم. خیلی از خدانابران مثل من هستن که ما دارم قط میزنم، این فاجعه است. یه بار دیگه گوش کنین، محکوم بکنن، به طور مطلق مشخص محکوم بکنن کشته شدن آدم ها رو، خیلی از دانشان ما گفتن که آقا اصلا چرا این سخنان گفته شد، این حرفا غیر اخلاقی بود، چرا اینو گفتن. خب الان وریا میگه بله، من هم به عنوان خدانابری که باور به صلح داره موافقم. خیلی از خدانابران مثل من هستن که ما فکر میکنیم باید دوستی و دست دوستی و رفاقت دراز بکنیم به سمت دین باوران و این جهان رو. ببین اینجا تو همه جمله انقدر مغلطه هست، انقدر مزخرف گویی هست که من درباره همین میتونم 3 ساعت برنامه بذارم. نمیدونم از کجا شروع بکنم. اولا تو همون کاری رو الان اینجا کردی، به غیر اخلاقی بودنش اشاره کردی، به غیر اخلاق موافق بودی با اون نواندیشای دینی که گفتن این کاره. کسایی که نه تنها کسایی که قرآن آتیش زدن، نقاشی های شارلی هبدو رو وریا داره میگه اون هم غیر اخلاقی. دلیلش هم ببینید چیه. من اینو هزار بار میخوام اینجا ریپلی بکنم، به طور مطلق مشخص محکوم بکنم کشته شدن آدم ها رو. خیلی از دانشان ما گفتن که آقا اصلا چرا این سخنان گفته شد، این حرفا غیر اخلاقی بود. بله، من هم به عنوان خدا بله غیر اخلاقیه، من هم به عنوان یه خدا ناباور. شما بی خود کردی وریا به عنوان خدا ناباور. آقا وریا نماینده ما نیست به عنوان یه خدا ناباور. یه خدا ناباور دیگه بیاری که یه مقدار محکمتر و قویتر از ما دفاع میکنه. این کیه؟ این نماینده ما شده تو بی بی سی؟ آقا یه کسی رو بفرستین که مقدار رادیکال تره. الان 2 تا بی خدا رو به خاطر سب النبی زدن کشتن. این وریا فکر میکنه الان وقتش که بیاد بگه منم به عنوان یه خدا ناباور با موافقم که این کارا غیر اخلاقیه. وریا نه تنها اون کارا غیر اخلاقی میبینه، حتی نقاشی شارلی ابدو هم غیر اخلاقی میبینه به عنوان یه خدا ناباور. خب ریدی به عنوان یه خدا ناباور وریا عزیز، شما از ما نیستی، ما با هم فرق میکنیم. الان بعد از اعدامشون شما باید به غیر اخلاقی بودن توهین به اسلام اشاره بکنی؟ شان ما گفتن که آقا اصلا چرا این سخنان گفته شد، این حرفا غیر اخلاقی. بله، من هم به عنوان خدانابری که باور به صلح داره موافقم. این که باور به صلح داره، شما با توهین نکردن به اسلام باعث افزایش صلح میشی فکر میکنی؟ وریا جا میشینی بیا برام توضیح بدی. شما فکر میکنی توهین به اسلام و صلح با هم تناقض داره؟ اینو بیا اگه میشه، اگه بهت بر نمیخوره که ما داریم اینجوری نقدت میکنیم، اگه پوستت کلفته بیا برام توضیح بده. از وقتی که ما اشاره کردیم قبلا میومدی میگفتی که آها برای نقد اسلام و اینا ما نباید به اسلام توهین بکنیم، بعد ما اومدیم توضیح دادیم که این برای نقد اسلام نیست، این برای مبارزه برای آزادی بیانه، ما نقد اسلام روشای دیگه داریم. از اون به بعد دیگه برام نیومدی توضیح بدی که الان موضع گیری جدیده برای که به ما نشون بدی این چرا غیر اخلاقیه، به غیر از تکرار ادعا استدلالی بر ما ندادی. ما چارچوبای اخلاقی رو وریا ما با تو برنامه داشتیم، چارچوبای اخلاقی رو با هم بررسی کردیم. اگه میتونی بیا با همون چارچوبای اخلاقی که بهش اعتقاد داری بیا دقیقاً توضیح بده چرا توهین به اسلام اشتباهه. برای صلح به ما بگو چه جوری این باعث عدم صلح میشه. شما یه ادعا میکنی، ما ادعا میکنیم اتفاقا برای صلح شما باید توهین به اسلام بکنی. ما با استدلال هم میتونیم اینو نگیم، ما با تجربه گرایی اینو میگیم، ما براش سند داریم، ما براش مدرک داریم، ما میتونیم نشون بدیم که در طول تاریخ حساسیت زدایی و تابو شکنی باعث صلح شده، نه اینکه سرخم بکنی خدا باورا بزنن تو سرت بگن اینجوری صحبت بکن اونجوری صحبت بکن تو هم بگی چش. من یه چیزی میتونم بگم؟ سلام بگو. من یادمه که وسط انقلاب 1401 این آقا اومد گفتش که امام پرانی فاشیسته و دیسکاستینگ و به شدت محکوم کرد. نشستن گفتن شعارهای انقلابی ضد زنه، دعوت به آرامش کردن، گفتن اگر که ادامه بدید انسانها رو میکشن، جان انسانها به خطر میفته. گفتن بعد بترسید از به اصطلاح جمهوری اسلامی چون اونها به اصطلاح جریتر میشن. و الان این صلح با کی؟ صلح مقابل کی؟ اونا دارن میکشن. یه نقدی هم که دوستان میکنن اینه که میگن که شما از نقدتون فقط اینه که وریا رادیکال نیست. خب نمیخواد باشه، ما نگفتیم وریا رادیکال باشه، خب معلومه وریا رادیکال نیست، ما یه همچین نقدی نداریم. ما میگیم آقای وریایی که خودت نمیخوای رادیکال باشی، حالا اگه اسم اینو بذاری رادیکالی
فاشیسم تازه. اگر کسی در راه حق داره یه همچین کاری میکنه اونو دیگه تقبیح نکن، به اون نگو بی اخلاق، بگو من نمیکنم. در همین حد، اونم تو چه برنامه‌ای؟ تو برنامه‌ای که دو تا جوان اعدام شده، گزارش قبلی راجع به اون دو تا جوونه، و در ادامه دو تا مهمون دعوت شده که نظرشون رو بپرسن در مورد این ادامه، و داری تقبیح میکنی که این کار غیر اخلاقیه. واقعا اوج وقاحته. آره ببینید، من خودم هم اگه رادیکال باشم تا یه حدی، به اندازه این دو نفری که الان جونشون رو دادن رادیکال نیستم. من شفافانه به شما میگم، من اگه تو ایران بودم اصلا به هیچ وجه تخم این کاری که اینا کردن رو اصلا ندارم. عمرن من یه همچی کاری بکنم، اصلا اون شجاعت رو ندارم. این دو نفر این کارهایی رو که من دارم توی جای امنی کنم و دارن تو خاک ایران انجام میدن. من اصلا در اون حد رادیکال نیستم، ولی من مدیونی همچین آدمای رادیکالی هست. اگرم خودم انجام نمیدم، حداقل علیهشون موضع‌گیری نمیکنم. واقعا مدیونش خیلی قدرنشناس ما باید باشیم که الان بعد از مرگشون ما بیان بگیم کار اینا غیر اخلاقی بوده. ما نمیگیم بیاین حتما همه باید بیان قرآن سوزی بکنن، حتما همه باید بیان توف به قرآن بکنن. خیلی تخمشو ندارن، اشکالی هم نداره، نکنید. ولی اون کسایی که دارن این کارو میکنن، او حداقل اگه میخواهید نگید بهشون دستتون در نکنه مرسی، جاده رو دارین برای ما صاف میکنین که ما پشت شما بیایم، حداقل یه نقدی به اسلام کنیم. اگه تشکری نمیخواین ازشون بکنین، حداقل خفشی، چون وریا هیچ استدلال خوبی برای غیر اخلاقی بودن کارمون نداره. یعنی ما هم انتظار آزادی بیان رو داریم، هم انتظار این رو داریم از آدمی که انقدر استدلالش قویه و انقدر بافهمه که بیاد بفهمه که این کار چرا مفیده. تو وقتی اگه میاد میگه غیر اخلاقیه، چرا توضیح نمیدی؟ یعنی که دلایل قبلی تو همه رو ما داغون کردیم وریا جان، دلایل جدید بیا به ما بده، بیا استدلال بکن که چرا این غیر اخلاقیه. غیر اخلاقی نیست، نمیگیم چون غیر اخلاقی نیست تو باید این کار انجام بدی، میتونی این کار انجام ندی، ولی دلیل خوبی بده برای اینکه غیر اخلاقیه. اگرم فهمیدی که غیر اخلاقی نیست که نیا بگو غیر اخلاقیه، خودت هم نمیخواد رادیکال باشی، قرآنم نسوزون. سلام آرمین، سلام بچه ها، من اجازه دارم؟ من ندم بوده همین میگم. ببین آرمین، وریا بارها اومده در مورد این قضیه اخلاقی بودن غیر اخلاقی بودن صحبت کرده. سیستم اخلاقی وریارم میدونی به چه صورته، با تو هم بسیار تفاوت داره. بارها برنامه های مختلف داشته، حتی اصلا در مورد سیستم های اخلاقی نشستین شما با هم دیگه مناظره هم کردین. عرض کنم به خدمت که موضع وریا در مورد این قضیه کاملا مشخصه. چرا موضعی که دو ساله داره بیان میکنه دوباره امروز هم باید بیاد همونو تکرار کنه وقتی که موضعش تغییر نکرده؟ چرا باید این کارو بکنه؟ دلیل آورده، استدلال آورده، از نظر شما پذیرفته نشد. دلایل و استدلالاش هنوز همچنان همون، همونطوری که دلایل و استدلال های تو هم هیچ تغییری نکرده در مورد قرآن، در مورد قرآن سوزی. و خیلی عام هستن با اون سیستمی که تو داری عمل میکنی همسو نیستن، نمیپسندن، میگن استدلالات درست نیست، کافی نیست. بله، چرا باید این هی تکرار بشه وقتی که چیز جدیدی نداریم؟ ما خودمون موضع‌گیریامونو خیلی موقع مشخص کردیم، خیلی مشخص کردیم. این واقعا خنده داره و مسخره است، چون قبلا موضع‌گیریمون مشخص کردیم، الان اگه کسی اومد به ما نقد کرد درباره مثلا آتش سوز قرآنمون، من بیام بگم که نه ببینید من قبلا اینا رو گفتم، من دیگه الان از خودم دفاع نمی کنم. بعدش هم وریا درباره توضیح ما برای قرآن سوزی به ما نداده. وریا یک سری دلایلی داره، شما میگی چرا وریا باید بیا جواب بده؟ مگه ما گفتیم باید بیا جواب بده؟ وریا میتونه جواب نده، کسی که مجبورش نکرده که بیا جواب بده، همون میتونه بیا جواب بده، میتونه بیا جواب نده. ما هم اگه بخوام میتونیم ادامه بدیم به نقدش، به خاطر اینکه نقدش آگاهی سازی میکنه. الان ما توی شرایطی هستیم که دو نفر به خاطر اسلام ستیزی اعدام شدن، خب بعد وریا داره میاد زر زیادی میزنه و ما میخوایم نقدش بکنیم که ایشون مردم رو گمراه نکنه. اسلام ستیزی جواب جدیده، توهین به اسلام جواب درسته. الان برای بوشکنی، برای تابوشکنی، برای حساسیت زدایی، توهین به اسلام جواب درسته. حالا توی این شرایط که الان دو نفر به خاطر این کشته شدن، ما به خاطر اینکه وریان قبلا موضع‌گیری کرده، الان داره اون موضع‌گیری رو تکرار میکنه، چون قبلا یه جا گفته نیام نقدش بکنیم، گه خورده وریا دوباره این چیزا رو تکرار میکنه، مخصوصا دقیقاً بعد از اینکه دو نفر به خاطر این کشته شدن. جوابت گرفتی بابا؟ نه جواب نگرفتم، چون این سیستم اخلاقی تو منم نمیپسندم. میرم پایین. ممنون، شما میتونید نقد بکنید ما رو، سیستم اخلاقی ما رو.